کتاب تلوس فصل نهم، مترجم مریم، کانال سوفیا ساناندا. حیوانات در تلوس. در تلوس گونه های زیادی از حیوانات را داریم که از انقراض نجات داده ایم. زمانی که می دانستیم قاره ما قرار است ویران شود و شهر زیرزمینی خود را برای حفظ جان خود و تمام سوابق باستانی تمدن خود ساختیم، همچنین تعدادی از گونه های حیوانی موجود در آن زمان را نجات دادیم. از این نظر ما را می توان با نسخه پیشین اما بست یافته از داستان کتاب مقدس نوح مقایسه کرد که قبل از غرق شدن آتلانتیس دو عضو از هر گونه را در کشتی خود نجات داد. بیشتر آنها تا به امروز زنده هستند و حتی تحت مراقبت ما هستند، به جز آنهایی که به عنوان یک گونه انتخاب کردند که به محل مبدع خود بازگردند. نابودی لموریا حدود 1200 ساله قبل از غرق شدن آتلانتیس اتفاق افتاد و در آن زمان بسیاری از گونه های جانوری که قبل از نابودی قاره ما وجود داشتند از سطح زمین منقرض شده بودند. ما به شما میگوییم که حیوانات بارها و بارها مانند شما تجسم میابند. تجسم آنها همیشه در امتداد یک کل بسیار بزرگتر است. همه ما از جمله حیوانات امتداد یک موجود نورانی عظیم هستیم، آنقدر وسیع و شگفت‌انگیز که روزی که خود را به درک الوهیت واقعی خود بیابید در شگفتی مطلق خواهید ایستاد. درک کامل مفهوم چند بعدی برای محدودیت‌های ذهن سه بعدی بسیار دشوار است. خداوند در هستی و ماهیت واقعی عشق خود پیوسته خود را در طیفی وسیع و گسترده در انواع تجلیات می‌آفریند و برای همیشه در حال گسترش است. قلمرو حیوانات تنها یکی از بسیاری از این قلمروهای بی‌نهایت است. همه جزئی از خدا هستند عزیزانم، همه. وقتی به خود اجازه می‌دهی به بخشی از زندگی که همان خداست صدمه بزنی، به کل و از جمله خودت آسیب می‌زنی. در سطوح داخلی همه حیوانات از هوش بالایی برخوردارند و در آگاهی فعلی شما به طور دقیق نشان داده نمی‌شوند. برخی از آنها بر جهان‌ها و سیارات حکومت می‌کنند. حیوانات در ابعاد مختلف زندگی می‌کنند. همه حیوانات مانند انسان‌ها دارای روح یا خود برتر هستند، اما ماهیت آنها کمی متفاوت است. آنها به عنوان بخشی از پادشاهی ایجاد شدند که با پادشاهی شما یکسان نیست. بنابراین آنها همچنین بست بدن بسیار بزرگتری از آگاهی، جنبه دیگری از الوهیت هستند. آگاهی خود را از بالاترین درجات ربوبیت به پایین‌ترین سطح بود اول، سنگ‌ها و کانی‌ها گسترش می‌دهد. آگاهی خود را از بالاترین درجات ربوبیت به پایین‌ترین سطح بود اول، سنگ‌ها و کانی‌ها گسترش می‌دهد. همه در حقیقت تجلیات مختلف خدا هستند. هرچه این بود بالاتر باشد، درک عشق بیشتر و آگاهی گسترده‌تر است. حیوانات سیاره شما با حیوانات سیاره شما را با شما به اشتراک می‌گذارند، زیرا آنها نیز مانند شما انتخاب کردند که برای تجربه بود سوم به اینجا بیایند. آنها همچنین به عنوان یاور و معلم آمدند تا به روش‌هایی که شما هنوز نمی‌دانید به انسان‌ها کمک کنند. فقط به این دلیل که آنها انتخاب کردند که با بدنی متفاوت از شما بیایند، آنها را از شما پست‌تر نمی‌کند. حتی اگر چنین بودند، هیچ توجیه اخلاقی یا معنوی برای نحوه رفتار با حیوانات در حال حاضر در سطح زمین وجود ندارد. بدن آنها در بیان بود سوم فقط یک رنگ پایین تر از بدن شماست. تفاوتی که مدت هاست به شما یاد دادند که باور کنید وجود ندارد. بسیاری از انسانها در سطح از این بهانه به عنوان گذرنامه برای بهره برداری از حیوانات استفاده کردند.
در درک محدود خود به خود اجازه داده اید که بسیاری از گونه های جانوران را به عنوان کالایی ببینید که برای استفاده یا سود خودخواهانه شما استفاده می شود. قانون طلایی باید برای همه موجودات زیشعور اعمال شود، نه فقط برای پادشاهی بشر. برای اینکه بر روی سکوی تکامل خود به جلو حرکت کنید، باید عشق بی قید و شرط را در کلام، افکار، احساسات و کردار به تمامی اشکال زندگی و همه پادشاهی های ساکن در این سیاره ارائه دهید. این تنها راه است، زیرا عشق کلید اصلی است. ذره ای از خلقت وجود ندارد که از طریق عشق تجلی نکرده باشد. ذره ای از خلقت وجود ندارد که بتوانید به جلو بروید و در آن عاشق نبودن را انتخاب کنید. در دنیای ارواح، حیوانات در سطوح بعد چهارم و پنجم عمل می کنند. همه آنها به جسم بالاتری از نور متصل هستند. همه انسانها به خود برتر خود، حضور خدای خود متصل هستند که در ابعاد بالاتر وجود دارند و در هر قلب زندگی می کنند. خود برتر وجود شما، حضور خدای شما، موجودی با شکوه، باهوش، قدرتمند، با کمال و با شکوه و نامحدود است. زندگی سبودی شما روی زمین تنها بخش کوچکی از کلیت الوهیت شما را منعکس می کند. در آفرینش و در قلمروهای عالی چیزی به نام کوچکتر، پایینتر، بهتر یا نچندان خوب و غیره وجود ندارد. اینها همه برچسب‌های آگاهی محدود انسان هستند. همه به یک اندازه مورد محبت قرار می‌گیرند و تجلی خدا در یک حرکت دائمی تکامل در نظر گرفته می‌شود. بین شما و حیوانات فرق است، اما آن چیزی نیست که شما به آن اعتقاد دارید. دوستان ما در شهرهای زیرزمینی برای حیوانات احترام زیادی قائل هستند و آنها را خواهر و برادر کوچکتر خود در نردبان تکامل می دانیم. ما با زندگی حیوانات با همان توجه و عشقی رفتار می کنیم که دوست داریم برای خودمان دریافت کنیم. فرض کنید که مثلا در یک خانواده 10 فرزند وجود دارد. آیا می شود گفت که کوچکترها فقط به این دلیل که تجربه زندگی کمتری دارند و هنوز به اندازه بزرگترها نمی دانند نسبت به بزرگترها پستر هستند؟ آیا می خواهید بگویید که جوانترها به این دلیل که دیرتر از دیگران به دنیا آمدند سزاوار این نیستند که با آنها با عشق و توجه رفتار شود؟ یا اینکه میتوان از آنها سوء استفاده کرد فقط به این دلیل که هنوز به اندازه بزرگترها رشد نکردند؟ من فکر نمی کنم این گونه باشد. شما به خوبی میدانید که چند سال دیگر آنها به شما خواهند رسید. دوستان من، در مورد حیوانات هم همین طور است. در سلسله مراتب خانواده، حیواناتی که در سیاره ما سهیم هستند اعضای جوانتر هستند. انتظار من این است که شما نکته ای را که می خواهم بیان کنم را درک کنید. هر چیزی در خلقت دارای آگاهی است، از بزرگترین تا کوچکترین. در نهایت همه آنها یکسان در نظر گرفته می شوند. همانطور که قبلا اشاره کردم، ما در تلوس تعداد زیادی گونه از حیوانات را داریم که برای مدت طولانی از سطح زمین منقرض شدند و تمدن‌های دیگری که بیشتر از ما در زیر زمین بودند، تعداد زیادی از گونه‌های جانوری را که حتی برای مدت طولانی تری از سطح زمین منقرض شدند را تحت مراقبت خود دارند. ما گونه‌های زیادی از گربه‌ها را داریم. اندازه آنها از 5 تا 6 پوند تا چند صد پوند متغیر است. ما گونه هایی از سگ‌ها و اسب‌ها را داریم که تکامل یافته تر از آنهایی هستند که شما در سطح می شناسید و زمانی که در نهایت اجازه پیدا کنند در میان شما ظاهر شوند، لذت زیادی برای شما به ارمغان خواهند آورد. اگر اکثر حیوانات ما بزرگتر از حیواناتی هستند که شما اکنون دارید، به عنوان مثال، بسیاری از گربه های بزرگ در تلوس تقریباً 2 برابر گربه های شما در روی سطح هستند.
بسیاری از اسب‌ها بزرگتر هستند، اما برخی از آنها اندازه‌ای را حفظ کردند که شما واقعاً می‌توانید از آن لذت ببرید. حیوانات ما برای ما بسیار عزیز هستند. مطمئن باشید تا زمانی که خشونت به طور کامل از دنیای شما حذف نشود، آنها در دنیای شما دیده نخواهند شد. همه حیوانات ما مهربان هستند و هرگز در معرض منفی بافی یا خشونت قرار نگرفتند. هر کسی می تواند در امنیت کامل به سمت آنها راه برود و آنها را در آغوش بگیرد. از جمله گربه های بزرگ که چندین صد پوند وزن دارند. هیچ یک از حیوانات ما هیچ ترسی از انسان ندارند. همدیگر را نمی کشند و نمی خورند. همه آنها گیاه خار هستند. حیوانات ما هرگز شکار یا در قفس نشدند. آنها اجازه دارند عمر کامل خود را که بسیار طولانی تر از حیوانات سطحی زندگی کنند. مطمئن باشید تا زمانی که کمترین احتمالی وجود داشته باشد که آسیب ببینند یا کمتر از آنچه که عادت دارند محبت دریافت کنند، از شانس رهاسازی هیچ یک از آنها در تمدن‌های سطحی استفاده نخواهیم کرد. ماهوش منحصر به فردی را که هر گونه جانوری با آن وارد می شود تشخیص می دهیم و هرگز نیازی به تسلیم شدن آنها نداریم. آنها مطیع هستند و مایل به خوشنودی هستند. ارتباط تلپاتیک تنها چیزی است که برای داشتن همکاری کامل با هر حیوانی لازم است. به نمایندگی از تمام تمدن‌های زمین درون به شما می‌گویم که با خوشحالی و چشم انتظاری همه شما برادران و خواهران عزیزمان را تماشا خواهیم کرد، زیرا ذهن، قلب و روح خود را به روی قلمرو حیوانات باز می‌کنید و شروع به تغییر نحوه درک و رفتار خود با آنها کنید. ما عشق، نور و دوستی خود را برای شما می‌فرستیم. ما بسیار مشتاقانه منتظر زمان ظهور خود به سطح هستیم تا دوباره با شما باشیم، دستان شما را بفشاریم و آنچه را که از هزاران سال زندگی در ارتعاش عشق، صلح و برادری آزادانه آموخته ایم به شما بیاموزیم. رهایی از جنگ، کنترل، طمع، ترس، دستکاری بی پایان، با هم آینده بسیار روشنی را برای همه شهروندان زمین جدید رقم خواهیم زد. هنگامی که ما از قنات خود بیرون بیاییم، از میان پیچ و خم تونل‌هایی که به هر کشور و شهر روی کره زمین منتهی می‌شود، زمان شادی بزرگی برای همه کسانی خواهد بود که قلب و ذهن خود را برای پذیرش از ما، برای پذیرایی از ما باز می کنند. ما برادران و خواهران ارشد شما هستیم و همه شما را بسیار دوست داریم. پایان فصل 9.